تو همین اصفهان خود ما، تو بازار لنبون اصفهان ما، یاد محله های قدیمی اصفهان ماست. شیخ بهایی میگه با اون علمی که داشتم تونستم بفهمم امام زمان الان کجاست. واقعا آدم چقدر قبطه میخورد، چه ستارگانی بین این جامعه هست و ما خبر. بله، یه روایت بخونم براتون از امام صادق. امام صادق فرمود همونطور که شما با آسمان نگاه می‌کنید، آسمان پر ستاره است، هی چشمک میزنه چقدر برای شما قشنگ، زین نهال ناظرین، برای عرشیا هم رو زمین تو جامعه شما یه عده مثل ستاره ها میدرخشن. اینا مؤمنین ما، اما گمنامه، لابلای این مردمن، اما مردم نمیشناسنش، خیلی هم بهشون احترام نمیذارن. چرا؟ چون پاورن است. چرا؟ چون آسینش کن. چرا؟ چون فقیره. چرا؟ چون بی صداست. چرا؟ چون آرومه. چرا؟ برای اینکه زرنگ نی. اما در خونه خدا خیلی آبرو داره. ای هلوتیلش هم میدن. تو همین اصفهان ما، تو بازار لنبان، شیخ میگه من فهمیدم این ساعت حجت ابن الحسن تو محله لنبانه. نوشتن تو کتابام هست. میگه سر ساعت رفتم، اون علم جفری که بلد بود، میگه رفتم دیدم امام زمان، الله اکبر، کجاست؟ محضر یه آیت الله است؟ نه. محضر شهدار است؟ نه. خونه ارباب است؟ نه. خونه پولدار جامعه است؟ نه. گفت یه گاریچی بود تو محل لنبون خربوزه میفروخت. دیدم امام زمان سلام الله علیه بالا سر این خلاصه خربوزه فروشه وایسته بالا سر همین گاریش داره خوشحالش میکن، و خربوزه فروشم میدونه که این امامه. یه گاری چی میوه داره میبینه چهار تا خربوزه. جواب کنید هر کی مثلا آبرو داره خونه خدا داره، مثلا یه علامت خاص باید شوش که همه بفهمن، نه اینجوری نیست. قرآن میگه اونایی که دارید تمسخرشون میکنید چه بسا اینا بهترین بندگانه منن، اما داری خرابشون میکنی. تمسخر نکنید، کسی رو پایین نبینید، خودتون از بقیه بالاتر ندونید. شیخ بهایی میگه، میگه تو بازار مشهد فهمیدم امام زمان این ساعت اینجا، فهمیدم. میگه رفتم دیدم که امام زمان کفششون رو دادن پیش یک کسی که پینه دوز بود، کمر بازار، مغازم نداشت. دیدید بعد بینه دوزا ایش از سرم طوری واکس میزن، یه واکسی بود و اینا. دیگه رفتم خلاصه نزدیک ببینم، شدیدم آقای میگن این کفشه ما رو پس یه واکس بزن، این کفشه ما رو پس یه دوتا کوک بزن، میخواهیم بریم. اونم میگو سگه اینقدر عجله نکن، حالا بشین چشم. شیخ میگه من خیلی ناراحت شدم، ای داره به امام زمان هی میگه عجله نکن. آقا هم میفهمد بابا این دوتا کوک بزن ما بریم. آچه اینقدر عجله میکنی؟ میگه من میخواستم برم به این کفاشه، به این پینه دوزه بگم بابا این مشتری، مشتری عادی نیست، چیکار داری میکنی؟ گفت آقا دوباره فرمود که بابا یه دوتا کوک بزن ما بریم، خدا خیرت بده. گفت یه وقت این پینه دوزه عصبانی شد، گفت کاسه یه ببین یه کاری نکن داد بزنم بگم حجت ابن الحسن اینجاست بریزن سرتا. بابا میخوایم خودتو ببینیم کجا میخوای بری. دیدم ای بابا این میدونه پینه دوزم هست، خربوزه فروشم هست. ما یه حمال داشتیم به نام حالو، الان توی اصفهان اومدید مصلای نماز جمعه رو بگید مصلا کجاست؟ پشت دیوار مصلای نماز جمعه اصفهان قبر حالو مشخصه، این شبگرد بوده تو بازار اصفهان، پولش بازاریه میدادن که مغازه ها رو شبا چکا کنه بگرد دوز نیاد. اسمش هم حالو بوده، اللورای اطراف اصفهان هم بوده. اما بعد توی قصه بسیار مفصلی معلوم میشه، مرحوم روزاتی صاحب روزات میفهمه این آقای حالو ارتباط دارد به حجت ابن الحسن المهدی. یه کسی هم هست که کفشم باشنم فقیر، گای گوشه بازارم میخوابید، هیچی هم مال دنیا هم نداشت، اما ارتباط داشت با امام زمان. مسخره نکنید هم دیگر، کسی رو با نگاه کم نگاه نکنید.